سلام خدمت شما ناظرین، آرزومند هستم که یک زندگی پر صفا و صمیمیت به سر ببرید. دوست عزیز، در قدم اول سال نو براتون تبریکی میگم. بعد از سال نو، فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، به شما دوست عزیزم و به تمام مسلمانان جهان تبریکی میگم. از خدا خواهان هستم که به برکت از این ماه مبارک رمضان تمام مشکلات ما مسلمان ها حل شوه و مریضی ها دور شوه و خیر و برکت در دین و در دنیای ما اضافه شوه. خداوند به برکت از این ماه مبارک رمضان تمام گناه های بنده های مظلوم خدا ببخشه. خدای عزیز، من امروز باز با یک برنامه جدید خدمت ناظر شدیم. خدا کنه که برنامه مورد پسندتان قرار بگیره و ببینین که ما امروز چی در نظر گرفتیم و یک موضوعی که باید برتان یادآور شم. دوست عزیز، اولین کس خواهد شدم که بعد از نوروز سمنک میندازم و اف میوه، اما آماده نکردیم از اون خاطر برنامه هم نداشتم، بخاطر که ما دو اولاد ما مسافر است، در دیگه کشور زندگی میکنن و نبودن در سال نو پیش ما، از خاطر درسایشان، از خاطر یکان مشکلاتی که داشتن یا اولادایشان در مکتب بود. دیگه گپ زدیم، گفت مادر ما در امکان داره در 10 یا 15 روزه بیاییم. باز من هم تصمیم به این گرفتم که سمنک و اخت میوه را، اما وقت اولادای بخیر جمع شوند، باز بخیر آماده میسازم و شما را هم در جریان قرار میکنیم. خب دوست عزیز، بریم ببینیم که ما امروز چی برتان در نظر گرفتیم. مقصد آمادگی به ماه مبارک رمضان است. شما ببینید در وقتی دوستان، شما ببینید که در سر میز ما چقدر عرض آماده ساختیم، ماندیم از قبیل سیر، مارچ، گشنیز تازه، بامیه، گندم، بوره، آلو بخارا، این همشه ما سر میز آماده ساختیم. اینال ببینید که ما امروز چی چیزا در نظر گرفتیم و برای شما چی میخوایم آماده بسازم. خب دوست عزیز، من امروز میخوایم که طرز نگهداشت بامیه را، کسایی که این طرف زندگی میکنن، بدبختانه که بامیه اول بسیار کم پیدا میشه، اگه پیدا میشه بسیار قیمت است، باز ما کارتن میگیریم که هم ارزان میفته و هم خوبش میباشه. باز میشویم، پاک میکنم، توتیش میکنم. شما ببینید که من چی رقمی را آماده میسازم و به کدام نوعی را ما نگاه میکنم که تا به یک مدت طولانی ما بتونم از این استفاده کنم. و آلو بخارا و بوره دارم به خاطر سحری مربا آماده میسازم یا به خاطر افطاری. بعض عادت دارن که بعد از افطار هم مربا کت چای نوشجان میکنن. و گندم دارم، گندم بعد از نوروز. دوستا ایره امروز ما میخوایم تر کنم، میخوایم دوباره براتون معلومات بدم که چی رقم ما باید گندم سمنک تر کنیم که وقتی که خود سبزی سمنک ریشه میزنه، امو ریشه زدن از او سیاه نگرده یا پوپنک زدن نشه. از زیاد مردم ما هستن که وقتی که سمنک میندازن میگن سمنک تو شما نرفت. خب دوستا، این گپایی رفته نرفتی یک مسئله است که من در نظر من نمیه، به خاطر که هر چیزی که برقم رقمش آماده بسازین هیچ وقت خراب نمیشه. خب عزیزم، من قبل از اینکه دوباره گندم دیگه هم تشریحات بتام، میبینیم که دیگه ما ماندیم سر آتش و میخوایم به خاطر مربای آلو بخارا اول شربت شجور کنم. خب دوستای عزیز، من 1.5 کیلو بوره دارم که 1.5 کیلو بوره 6 گلاس میشه. بعد 6 گلاس بوره 3 گلاس آب اضافه میکنم. اول آب اضافه میکنم، وقت 3 گلاس آب اضافه کردم دوستا، 1.5 کیلو بوره را بالاش اضافه میکنم. بوره را اضافه کردم، از این دیره من خوب شور میکنم و میمانم که این بوره به قیام بیه. آن نوبت آل بخارا است، قد یک کمک میشویم، میمانم که امو ریگ یا گرده که در سر آلو بخارا است او ازش دور شوه و میمانم که در خود قیام نرم شوه. دوست عزیز، هیچ وقت آلو بخارا که در اول جوش تر نکنین پیش ازی که بوریتن به قیام بیایه، به خاطر که آلو بخارا باز خود یک رقم خاصیت رابر پیدا میکنه. تا ما ایره دوسته اومه شویم، شما منتظر باشید.
خب از آلو بخارا را ما در آب سرد تر کردیم. آلو بخارا را هیچ وقت بیشتر نکنیم دوستا، از خاطر از اینکه بگوییم باشین که مو آلو بخارا ترش هست، ترشیش از بین بره، ایره ما پیش با تر کنیم و عوش و طرف پتیم نیم دوستا. اونم ترشی ازی سبب مزی ازی میشه و سبب ازی میشه که قیامه نمانه که شکرک شوه. خب دوستا عزیز، ما دواری سمنک برتون باید بگویم از این وقت که گندم میخواین به خاطر سمنک آماده بسازین. گندم دانه دانه میچینین به خاطر که در بین ازی گندم گندمایی که میده باشه او را از پیشش پس میکنین مثل ازی دوستا. خب اگه این گندمای توته شده را دوستا عزیز از بین ازی ها جمع نکنین، سمنک پوپنک میزنه، مورشیش پوپنک میزنه، سیاه میگرده. باز بعض از خانم ها میگن که الان سمنک پشت من نرفت و سیاه گشته بود، او گپا نیست دوستا. فقط گندمتان خوب بچینین که من این گندم میدهش بود دوستا که ما ازی چیندیم جمعش کردیم، در بینش گندم میده دیگه نمانده. حالا میخوایم در کاسه گندم اول بشویم. بسم خب از این وقت که مطمئن شدیم که گندم خوب چینده شده دیره ما میگیریم میشه 4-5 ساعت دوستای گندم در بین آب تر میمانم، بعد از 5 ساعت باز میبینیم که من دیگه چی میشه. خب دوستایم تا که بوری ما به قیام برسه و تا که گندم چند ساعت سرش تیر شوه، حال نوبت رسیده نوبت بامیه. این بامیه رو من باید همشه آماده بسازم و شما ببینین که من ایره چی رقم آماده میسازم. فقط سر و آخر بامیه رو میگیریم دوستا به اندازه، به هر شکل که دوستا شما خود دارین، از بین وسط درستش میکنین، القلقه میبرین به این شکل، به این شکل دوستا میبرین. ما همیشه به این شکل آماده میسازم، شما رو دلتان به هر شکل که آماده میسازین آماده کنین و برای نوشجان کردن تیار بانینش. دوستا ما تمام بامیه را به می رقم میده میکنم، باز انشالله شما را هم می کنم. دوستا عزیز چی یک موسمه، چی یک بارانه، ببینین در این فضا دیگه آشپزی چی مزه میده. خب دوستا عزیز باران با مقبولی خود می باره و من اینجا برای شما مربا خود می کنم. دوستا میاییم اول شربت مربا خود می گیریم که در چی حال است، به قیام رسیده یا نی؟ زیاد به قیام نمی رسنمش دوستا، فقط همی که دیدیم که یک کمک مثل شات یا اصل واره چسبناک شده باشه رو به با می اندازه. بس از قیامش حالا آلو بخارای را که تر کرده بودیم ششته بودیم، این را که آبش اضافه می کنیم دوستا. این را که آب اضافه کردیم خب دوستا قسمی که میبینین مربای ما جوش هست و این کف که میبینین در بالای خود مربا، این را مکمل باید ما جمع کنم. این کف باید هیچ دوستا در مربا نمانه، این کف منظورم است، این را باید ما جمع کنم. اگه این جمع نکنین از این مربایتان خوبش نمی خراب میشه. یگانه راز پختن مربای خوبش اینمی است که قفش باید جمع کنیم و از شکرک شدنش باید جلوگیری شد. ببینید دوستان روزه ای پخته نشدگی چه خوب یک رنگ کشیده. در این مربا دوستان ما آب لیمو یا کریم تارتار اضافه نمی کنیم به خاطر که خود بخارا ترشی داره، شکرک شدن بوره جلوگیری میکنه. خب تا که دیگه قفس در سر بیای دوستا بریم که به جان بامیه. خب عزیزای ما بامیه را تمامش را پاک کردم، ببینین هم از این بامیه پاک شد. اینقدر ما از بامیه مخراباش زندانش که شخ بود یا را همش پس کردم. حالا نوبت پاکت کردن بامیه رسیده دوستا. ما از این پاکت ها استفاده میکنم، همیشه در خانه چیز کار داشتم به خاطر که این دو سایز داره، سایز خرد کلان داره، شما میتونین که از هر دو سایزش استفاده کنین. من بر بامیه از این پاکت هایی که سرش پرس میشه و این خوب اندازه است دوستا، اگر برای یک افطاری تیار کنین یک پاکتش بس میکنه، اگر نفر زیاد باشه میشه که دو پاکت بگیرین.
اندازهش خوب است. حالا دوستا ما هم از این بامیه را در بین از این خلطا میندازم. بسیار یک طریقه آسان است. از این کسایی که بامیه دسترسی ندارن یا اگر در افغانستان هم زندگی میکنن، بامیه در زمستان گم میشه، پیدا نمیشه، میشه که بر خود به این شکل اگر دیپ فریزر دارن خواه میشه که بر خود نگاه کنن. وقت زنای قدیم بامیه را خشک میکردن، مگر آلا برکه در فریزر به این شکل نگاه میکن. خب دوستایی هم پاکت آخرش گیرم پرتم. بسیار کار آدم آسان میشه، در فریزر تیار باشه و بگی فقط لوا برش تیار کنین و به خاطر افطاری بدون افطاری میشه که آماده کنین. خب ما 6 کیلو بامیه داشتم، 6 کیلو با ما 7 پاکت بامیه دارم. ما این پاکت های بامیه را که تیار کردیم یارا میبرم در فریزر میمانم، در یخچال نه، در فریزر میمانمش که یخ بزنیشه. دوستا شما منتظر باشین. خب دوستا قسمی که میبینین باز یه قف کده سر مربا، ما باید یارا جمع کنم. از ما این قف از مربا را جمع کردیم، حالا میخوایم یک دور دیگه هم جمع کنم. منتظر هستم که یک کمک قفش زیاد شوه گیرز جمع کنم دیگه. انشالله این همی قف آخریش است که جمع میکنم و دیگه مربای ما تیاره. خب دوست عزیز شما دیدین که من مربای آلوبخارا را هم آماده ساختم، قفش هم جمع کردیم. آل نوبت چتنی گشنیز است و چتنی مرچ بیرون برتان تیار میکنم. خو نکات مهمه که شما در جور کردن چتنی مد نظر میگیرین وی است، از این که موادی که داش استفاده میکنین در چتنی باید از قبل آماده کنین. فرض مثال مشه و گشنیش پاک کردم ششتم، مرچ همچنان پاک کردم ششتم، منظم ساختمش و سیر همچنان دوستا ایا را گرفتم دیک تکه تاو دادم، دیک تکه پاک تاو دادمشانه که تمام آب خام از ایرا که وقت ششتن در بین نزیمه مونه او تکه به خود جذب کنه. که او حالا میبینین دوستا که گشنیز خشک خشک است، پاک صفا ششتگی خشک است، مرچ و سیر همچنان دوستا ببینین مرچ سیر که ششتیم خشک هستن، آب ندارن. ظرف را که استفاده میکنم این هم آب خام نداره و ماشین یا اونگ یا مکسر هر وسایل را که شما استفاده میکنین باید خشک خشک باشه. مرتبان ها را هم تیار آماده موندیم اینجا دوستا. باز وقتی که کار سر مرتبان رسید باز نشان میتونم که مرتبان چی رقم زده افونی کنیم. خب بریم دوستا که من ماشین چالان کنم و تیز 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 اول چتنی مرچ جور میکنم، به خاطر که باز از او یک قسمت شه معلیده کنم، باز سر از اون من چتنی گچنیز جور میکنم. شما بینده باشیم. خب به قدر ضرورت دوستا ما سیر آماده ساختیم، سیر پاک کردیم. بسم الله گفته هم ماشین چالان میکنم. خب عزیزا سیر تمام شد کشیدم از ماشین، آل نوبت مرچ است. مرچ ها را به اندازه ضرورت تیر میکنم. خب عزیزم ای یک گلاس آب جوش که سرد شده و یک گلاس سرکه ما با هم مخلوط کردیم. نمک به قدر ضرورت عزیزم خوب ایره مکس میکنم. حالا امی آب و نمک و سرکه را بالای از این چتنی مرچ ما اضافه میکنم. خوب عزیزم ایره با هم مکس میکنم. حالا در مرتبان جای به جایش میسازم. خب عزیزا گشنیز من از ماشین میکشم، امی چتنی که از مرچ سیر مونده و آب و سرکه و نمک هم امروش میکس کردیم. خب عزیزا این هم سرکه و آب است، آب جوش که سرد شده به قدر ضرورت نمکش اضافه میکنیم و ای را خوب با هم مکس میکنم. ببینید دوستا رنگش چقدر خوبش آمد. اگر شما در بینش آب داغ اضافه کنید دوست عزیز
باز رنگ خود سیاه می سازه. دوستای عزیز از خاطر که مرتبانا زده سوری شود تمامش با آب جوش آتش می کنم. البته با سرخوشه شد. به خاطر که من این مرتبانا را می خواهیم که در بین مربا را پرتم که مربا پخته شده. خب دوستای عزیز آن می خواهیم که مرتبانای دیگه ما را زده سوری کنیم با آب جوش کم کم در بینش می پرتم. مالیا را همشه در داخل مرتبان میندازم. مربای ما تیار شد. ببینید چقدر خوش رنگ خوبش آمده. چتنی مرچ ما هم تیار شد. سبز رنگ مقبول آمده و چتنی گشنیز ما هم تیار است. دوستا ببینید که چقدر رنگش سبز و مقبول و طبیعی آمده. خب دوست عزیز دیدین که مربا تیار شد، بامیه تیار شد، چتنی دو رقم چتنی تیار شد و گندم تیار شد. حالا من این گندم رو میگیرم در بین از این تکه که نخی است دوستا در بین از این میپرتم. مدت یک شب دیده من تر میمانم. خب عزیزم این گندم هم در بین از این تکه ماندم، پس در داخل از این کاسه میمانمش تا فردا را که این جوانه بزنه. باز فردا بخیر میبینیم که چقدر کار پیش رفته. خب دوست عزیز این بود برنامه امروز ما، ولاگ امروز ما، یک روز بسیار پر جنجال و بارانی و آفتاب و بارانی که دیدین و کارم هم زیاد بود، تنها هم بودم. تشکری میکنم از شما عزیزم که همیشه مرا حمایت میکنین. شکر میکشم که هستین همراه ما. تشکر از کامنت هایتان، تشکر از لایک کردن ویدیوها، کسایی که جدید به فامیل ما پیوستن، تشکر از اینکه برنامه رو سابسکرایب کردین و تکمه زنگوله را فشار دادید. خب دوستای عزیز این بود برنامه امروز ما، ولاگ امروز ما. خدا کنه که مورد پسندتان قرار گرفته شده باشه. تا برنامه بعد، تا ولاگ بعد، تا دیدار بعد، شما را به خداوند بی نیاز مسپارم. ایام به کامتان، خدا حافظ ناصرتان. الله نگهدار.